این هفته با بیژن تهرانی بنیانگذار و سردبیر سینمای بدون مرز گفتگو میکنم این نشریه اینترنتی که یکی از مراجع معتبر سینمایی در جهانه دهمین ده سال فعالیتش رو جشن گرفته و به همین مناسبت با مقاله ها و گزارش های متنوعی با خوانندگانش همراه شده آقای بیژن تهرانی به شما سلام میکنم و درود میفرسم سپاسگزارم از اینکه در لس با ما همراه هستید خواهش میکنم لطف دارین آقای تهرانی در ابتدا درباره راه اندازی نشریه توضیح بدید چه دلایل و انگیزه هایی داشتید این علاقه به سینما از کجا شروع شد در واقع تو 5 سالگی موقعی که حتی مدرسه نرفته بودم من خیلی به سینما علاقه داشتم با یه خط عجیب و غریبی چیزایی می نوشتم به یه شلفی تو خونه می زدم به عنوان که اینجا سینما است ولی در واقع سینما بدون مرز سینما بود سال 2007 اولین بار اولین نسخهش آنلاین رفت و بعد از سالها بود که من امریکا بودم و خب عشق و شوقم به سینما رو نمیتونستم فراموش کنم و به خصوص سینمای بدون مرز خب من از سن خیلی کم از 16 سالگی کار نقد فیلم رو شروع کرده بودم که بعد تا خوب کار فیلم سازی کردم و کار نوشتن کردم و اینها و توی اون دوره که نقد فیلم کردم همیشه توجه هم به سینمایی بود که سینمای جهانی بود اونقدر سینمای هالیوود برام جذاب نبود و سینما بیده بوردرز در کمال حیرت تونست حالا به خاطر اسمش بود یا مطالبش تونست در مدت کوتاهی بشه یکی از منابع اساسی برای کسایی که راجب سینمای فاین موویز توی امریکا راجب سینمای بقیه دنیا میخواستن مطلبی پیدا بکنن و کم کم شد یک پناهی برای بسیاری از فیلمسازان جوان از همه جای دنیا که با ما تماس میگیرن راجب فیلم هاشون کاری که میخوان بکنن کمک میخوان توضیح میخوان و همه اینها ولی چرا این عنوان رو انتخاب کردید سینمای بدون مرز برای خودتون چه معنا و مفهومی داره ببینید من همیشه این داستان بندی ها و ملیت گرایی و اینها برام یک مسئله بوده همیشه فکر میکردم که ما واقعا به دنیا اومدیم بدون اینکه خودمون جایی رو که میخوایم به دنیا بیایم انتخاب کردیم و بعد یک موانعی هست که بتونیم بقیه دنیا رو ببینیم و چرا و فکر میکردم سینما حداقل فارغ از همه چیز از همه مرزها میگذاره بدون اینکه ازش گذرنامه بخوان و فکر میکردم این سینما بدون بوردرز سینمای بدون مرز یک پیامی باشه برای رسیدن به این بیمرزی تا حد ممکن حداقل از طریق هنر به هم جهت این عنوان رو برای نشری انتخاب کردم که خیلی هم مورد توجه واقع شد در طول زمان حتی وقتی که دو سال پیش نسخه فارسی این رو هم برای کمک به سینما ایران رو انداختم اسمش رو گذاشتم سینمایی بدون مرز همون ترجمه ای عنوان انگلیسیش درباره مطالب نشریه توضیح بدید شامل چه بخش ها و قسمت هایی است سینمای بدون مرز مطالب متنوعی رو میپوشونه ما در ظرف این ده سال حیاتمون شاید متجاوز از شش هزار مقاله اوریژینال رو به آنلاین پست کردیم که رقم کم نظیری حتی در میون نشریه های بزرگی که در میان ما نقد فیلم داریم مصاحبه با فیلم سازان و دستن در کاران سینما رو داریم یه بخشی داریم که میپردازه به قصه فیلم ها به چ... چجوری فیلم ها ساخته میشن بخش خبرمون البته هستش یه بخش داریم به اسم نوت بوک که میپردازه به هنرهای دیگه غیر از سینما در ارتباط با سینما و یه بخشی داریم به اسم سینما تک که میپردازه به مسائل تکنیکی سینما و نظایر اون سعی میکنیم که یک فیلم ساز جوون یا علاقمند سینما که به این سایت میاد بتونه یه اطلاعات جامعی رو بگیره راجع به مسائل مختلف نویسندگان سینمای بدون مرز چه کسانی هستند چه افرادی در این نشریه با شما همکاری دارند ببینید خیلی از کار بخش مهمی از کارو خود من انجام میدم که با توجه به طولانی بودن اسم من که در اصل بوده حسن مشرف آزاد تهرانی یه بیژن همش اضافه شده هر کدوممون یه بخش بگیریم کلی کار کردیم اما نویسنده از همه جای دنیا داریم ما دوستداران سینما از کشور چک ریپابلیک ایتالیا فرانسه ژاپن ایران خیلی از جاهای دنیا جوانایی هستند که با شوق و علاقه برای ما می نویسن و به تعدادشون اضافه میشه و مدرسه های سینمایی الان شروع کردن با ما در تماس بودن و کم کم بعد ده سال دارن جدی می گیرن سینما بیداد بودرز رو آقای تهرانی شما توجه خاصی به سینمای جهان دارید در این نشریه مطالب متنوعی درباره های کشورهای مختلف منتشر می‌کنین؟ دلیلش چیه؟ چرا به این صورت به سینمای جهان علاقمند هستید؟ سینمای امریکا که الان محبوب ترین سینمای دنیا است همینجا و فیلماشو میبینن به نظر من به جز سالی تعداد بسیار کمی فیلم بقیه یک دنیای تصنعی غیر واقعی رو به خورده مردم میده که حتی به عنوان تفریح مزره مثل فست فوده که بله شما شکمتون رو سیر میکنه ولی بله صد جور مریضی در کنار خودش میاره این بیماری روکی ناشناخت... نشناختن دنیا غلط شناختن دنیا رو میده به نظر من سینمای حالی بود سینمای دنیا وقتی شما بهش نگاه میکنید میبینید که چقدر نگاه های تازه درش میبینید چقدر نگاه های نو میبینید به زندگی به مسائل زندگی به مسائل دنیا و از سینمای مشهوری مثل سینمای ایتالیا بگیرید تا سینمای فرانسه سینمای انگلیس و سینماهای شفک شگفتانگیز کشورهایی مثل ایران مثل رومانی و کشورهای نظیر این که شما اصلا حیرت زدتون میکنه از زیبایی کارها از نزدیک بودنشون به زندگی حتی اگر فیلم ها کاملا تخیلی باشن یک بنیاد و ریشه ای در زندگی دارن این مسئله که منو جذب کرد به سینمای بلون آیا به سینمای ایران هم میپردازید چه مطالبی در این زمینه منتشر میشه؟ ببینید من سعی میکنم که پارتی بازی نشه به قول معروف به ایرانی بودن من چون اسم سایت ما از سینما بیداد بوردرز البته توی سینمای بدون مرز توجه خیلی بیشتری هست به اون نشریه فارسی مون که سینما بی هستش یکی از سینما و ولی در اینجا هم البته به سینما ایران میپردازیم هم فیسبوک داریم هم توییتر داریم هم اینستاگرام داریم هم یوتیوب چنل داریم و جالبه براتون میگم که روی فیسبوک پیج ما وقتی که فیلم برنده شدن آقای اسقر فرهادی رو گذاشتیم در نهایت شگفتی یک چیزی نزدیک به یک میلیون و دیویست هزار نفر این ویدیو رو دیدن که حیرت انگیز بود اصلا میدید و بحث مفصلی در صفحه در اطراف این فیلم طبق معمول برگزار شد به فیلم اسقر فرهادی اشاره کردید نظرتون درباره جایزه اسکاری که به فروشنده رسید چیه؟ آیا شایسته دریافت این جایزه بود؟ خب بودن گروهی که معتقد بودن این داستان سیاسیه و این فیلم اون چیز لازم رو نداره اون ارزش لازم رو نداره و بودن خب که کسای هم که خیلی فیلم رو دوستش من به شخصه فکر میکنم این یکی از شگفتانگیزترین و زیباترین فیلم های سینمای جهانه و شاید برام من بهترین فیلم از فرهادی تا به حال فکر میکنم کاملا شایسته این جایزه بود این داستان دست کم گرفتن خودمون همیشه برای ما هست متاسفانه از توسط بعضی از دوستان که سعی میکنن هم در پشت هر چیزی یک توته ببینن آقای تهرانی هزینه این نشریه رو چطور فراهم میکنی؟ بودجه لازم برای اداره سینمای بدون مرز به چه صورت تأمین میشه؟ در اوایل کار یک دوستی که از بستگان دور منم هست و یکی از مخترین بزرگ امریکا هست آقای مهدی حاتمیان تا مدتی حمایت میکردن بعد هست یک برنامه که ما داریم در جاهای مختلف و جوایزی که میدیم ازش یک سری حمایت هایی میشه که کمک به نشریه البته بار اصلی مالی نشریه رو خود من تا مدتها دوش کشیدم و امیدوارم که بتونیم راه های پیدا بکنیم که گسترش بدیم کار بیشتر این جنبه رو من میبینم که بتونیم یه بخش ثابت راجب سینما ایران داشته باشیم احتمالا و بتونیم همینطور در جاهای مختلف دنیا نویسنده های بیشتری داشته باشیم و بتونیم کارها فعالیت های عملی بیشتری داشته باشیم از جمله رویایی داریم در مورد ساختن یک خانه سینمای برای همه فیلمسازان جهان در جاهای مختلف که بتونن و در اونجا کارهاشون رو در یک نقطه نمایش بدن حتی در اونجا اقامت داشته باشن برنامه های خیلی مختلفی در ذهن هست رویاهای های بلند پروازانه ولی خدا را چه دید شد این اتفاق بیفته ده سال پیش که این نشریه رو راه اندازی کردید به نظرتون می اومد که سینمای بدون مرز به این صورت موفق باشه این مسیر رو تا کجا ادامه میدید چقدر خوشحال و هیجان زده هستید بسیار من هنوز که هنوزه نیمه شب از خواب میپرم با یک فکر تازه، یک رؤیای تازه همونطور که تو 18 سالگی اینطوری بودم در این زمینه فرقی نکردم و همیشه این فکر رو دارم که چه کار تازه ای میشه کرد چه راه تازه ای رو میشه رفت و راستش دشوار بود که فکر کنم 10 سال بشه این کار رو ادامه داد ولی الان خوشحالم و همین تونسته که حضور ما رو ثابت کنه که ام، یه مؤسسه مثل مؤسسه انسیت بیاد و برامون شاد باش بفرسته اسکاندینیویان فیلم فستیوال این کار رو بکنه و جاهای مختلف که دائما لطف میکنن فیلم سازان بسیار زیادی که برامون می نویسن اینا خیلی دلگرم کننده است وقتی که شما می این ده سال کار و زحمت به بار نشسته و داره نتیجه میده و امیدوارم که بتونم تا زمانی که میتونم و توانش رو داشته باشم که امیدوارم خیلی طولانی باشه این کار رو ادامه بدم و بتونم کمک بیشتری بکنم به فیلمسازان سازان جوون دنیای ما درباره روابطی که با جشنواره‌های های سینمایی دارید توضیح بدیدین همکاری در چه چارچوبی صورت میگیره جالب این که ما در همون سال اول حیاتمون نشریه همون توجه فستیوال پالم سپرینگز رو که فستیوال بسیار متبری جذب کرد و با من تماس گرفتند و صحبت کردیم و قرار شد که غیر از اینکه من اون سال داور فستیوال بودم یک جایزه ای رو در فستیوال بدیم و من فکر کردم چه جایزه ای بهتر از اینکه اسمش رو بگذاریم Bridging دی بوردرز Award پلی بر فراز مرزها که جایزه ای باشه و به فیلمی داده بشه که کمک بکنه مردم دنیای ما و فرهنگ های مختلف دنیای ما به هم نزدیکتر بشن و این جایزه دو بار در سال در پالم سپرینگز اینترنشنال فیلم فستیوال داده میشه و شرکت هیولت پکارد هم اسپانسر این جایزه است غیر از اون جایزه رو ما در دو فستیوال دیگه هم میدیم یکی پولیش فیلم فستیوال لس آنجلس یکی هم ساتیس یوروپین فیلم فستیوال که این جایزه رو میدیم و البته اسکاندیناویان فیلم فستیوال هم که یک بار این جایزه رو دادیم قرار باز ادامه پیدا بکنه و جایزه بسیار محبوبی شده جایزه شناخته شده شده و نشریات بزرگ و معتبر مثل و... ورایتی و هالیوود ریپورتر و رو روس انگلس تایمز و نیویورک تایمز هر وقت این جایزه داده میشه ذکر میکنند و راجبش مینویسن ولی معمولا این جوایز رو به چه صورت اهدا میکنید یعنی چه ویژگی های مورد نظرتونه بله ما یه هیئت داوران داریم که اغلب از افراد متخصص و کسانی که در کار سینما سالها بودن تشکیل میشه معیار اونه که فیلمی رو انتخاب کنید که ارزش های سینمایی بالایی داشته باشه زبان سینما رو به خوبی استفاده کنه ولی این زبان رو استفاده کنه در راه نزدیک کردن مردم دنیای ما به هم دیگه چون الان این افتراقی که توی دنیا ایجاد شده این افتراقی که تو خود امریکای ما ایجاد شده بین گروه های مختلف مردم نیاز به این هست که این کنار گذاشته بشه مردم به هم نزدیک تر بشن به همین جهت ما فیلمی رو همیشه برنده می که در این راه با... کمکی کرده باشه و راهی رو نشون بده اخیرا به پاس فعالیت هایی که در این عرصه داشتی جایزه ای رو در لس انجلس دریافت کردید بهتون تبریک میگم ممکنه توضیح بدید جریان چیه برای بله باعث افتخار جایزه رو به من دادن به اسم سفیر سینمای جهانی امباسادور اف اینترنشنال سینما که خیلی معنی بزرگی برای من داشت و همینطور برای کسانی که جایزه رو میدادن میگفتن این به خاطر اینه که ما تصور نمیتونیم بکنیم که این ده سال اگر تو نبودی و سینمای بدون مرز نبود ما چطور میتونستیم در جشنواره های خودمون در کارهایی که در امریکا میکنیم سینمای کشورهای مختلف رو اینجا عرضه کنیم و نقشی که سینمای بدون مرز بازی کرده نقش بزرگی بوده که خیلی باعث خوشحالی منه این نوع شناختی که و آدم از دنیای بیرون میبینه از کار خودش آقای تهرانی درباره این جشنواره بیشتر توضیح میدید چه سابقه ای داره چه ارزش و جایگاهی داره این جشنواره که هر ساله در لس آنجلس برگزار میشه در آغاز فقط به دوش یک نفر بود خانم ویرا مایولک که اهل یوگسلاوی سابق هستش اما کم کم سازمان های مختلف جنوب شرقی اروپا اومدن به کمک ایشون و تبدیلش کردن به یک فستیوال بسیار بزرگ که در مدت نه روز برگزار میشه در لس آنجلس که خیلی زمان طولانی شما میبینید فستیوال های با پشتوانه و بزرگی مثل افای یا مثل لس آنجلس فیلم فستیوال نمیتونن انقدر زمان طولانی رو بکشنن و فیلم های بسیار جذاب و جالبی رو نشون میدن و اواخر اپریل او این فستیوال شروع میشه 27 اپریل همیشه شروع میشه ده که الان شروع شده و میره تا اوائل ماه می و خیلی دید فوقلاده جالبی با آدم میده دور نمای کم نزید رو رسم میکنه از سینمای جنوب شرقی اروپا این گروه ها بودن که این جایزه رو به سینما ویدات بوردرز اهدا کردن در طول سالهایی که نشریه سینمای بدون مرز عرضه شده استقبال ایرانی ها چطور بوده؟ خودتون از نتیجه کار راضی هستید؟ دوستان ایرانی ما در ایران به خصوص استقبال بسیار خوبی داشتن از سینما ویدات بوردرز. من حتی وقتی که یک سال پیش سفری به ایران داشتم باور نمیکردم که به جاهای مختلفی برم و دوستان این رو ببینم که در کار سینمان مثل خانم ساره بیات و خیلی دیگه جوونا که بیان بگن و ببینم که سینما به داد بردرز رو می این برام خیلی خیلی دلگرم کن و کننده و جالب بوده اما در لس آنجلس متاسفانه گرفتاری خیلی زیاده اونقدر که من انتظار داشتم جامعه ایرانی لس آنجلس و شاید بگم جامعه ایرانی امریکایی آنچنان استقبالی رو که من انتظار داشتم نداشتن ولی خب گرفتاری در اینجا خیلی زیاده کار, کار مردم خیلی زیاده و اغلب گرفتارن حالا انشالله فرصتی پیدا بشه با کارهای بیشتری که ما در زمینه سینما ایران میکنیم آشتی در این مورد صورت بگیره نظرتون درباره فعالیت های سینماگران ایرانی تبار در آمریکا چیه؟ چقدر در این زمینه موفق بودن؟ فیلم سازه ایرانی و هنرمند ایرانی در سینما آمریکا دارن رشد خیلی خوبی پیدا میکنن این جا داره در اینجا از یک فیلمساز یاد بکنم که فیلمساز هیگرت انگیز خوبیه رامین بهرامی که این فیلم ساز جوون که هم جوونه و فوق العاده فیلم میسازه فیلم هایی که ساخته در طی سالیان دراز این فیلم ها همه اغلب در مورد مسائل زندگی مردم بوده خیلی ملموس بوده و الان داره کم کم میرسه به جایی که فیلم های میسازه با هنرپیشه های معتبر با هنرپیشه های شناخته شده و امیدوارم که نام او رو بیشتر بشتهیم همطور که خیلی از بچه های جوان ایرانی رو میبینیم چه در زمینه بازیگری چه در زمینه فین برداری و چه در زمینه کارگردانی وارد این عرصه شدن و واقعا باعث خوشحالیه که آدم میبینه رشد و پیشرفت اونها رو که سالیان سال بود ما خبر زیادی نمیدیدیم از فیلمسازان سازان ایرانی مقیم امریکا اخیرا مراسمی رو برای بزرگداشت نوردین زرین کلک هنرمند صاحب نام ایرانی برگزار کردید درباره مراسم توضیح بدید چه هدفی از برگزاری برنامه داشتید سینمای بدون مرز یک سری برنامه داره در زمینه معرفی سینماهای های مختلف دنیا و هنرمندان کر از چندگاه در جاهای مختلف این رو برگزار میکنه یکی از مراسمی که شده یک جشنواره یک روزه اسمش هست روز انیمیشن انیمیشن دی که با کمک ایست لس آنجلس کالج برگزار میشه در واقع دو تا سینما بیدا بوردرز و ایست لس آنجلس کالج رو برگزار میکنن و هر سال یک یک دیگه بهشون اضافه میشه که امسال اتفاقا ایست ساوث ایست یوروپین فیلم فستیوال بود و uh, فیلم های ساوت ایست نشون میدادیم و یک بخش بزرگ داشت داریم که با توجه به حضور آقای نوردین زرین که در امریکا با توجه به اینکه ایشون یکی از افتخارات uh, سینمای انیمیشن دنیا هستن ایشون سالیان بسیار بسیار زیاد uh, uh, پریزیدنت uh, اسیفای انترنشنال بودن تعداد بسیار زیادی کتاب و فیلم کار کردن و اغلب وقتی لیست جایزه هاشون رو میبینید مدت طولانی وقت میبره فقط بخواید که اون جوایز رو اسم ببرید و محبوب است، کارشون محبوب است در همه زمینه ها به همین دلیل دیدیم بهترین زمانه که از حضور ایشون استفاده کنیم و مراسم بزرگداشتشون رو برگزار کنیم که لطف کردن تشریف آوردن یک برنامه لایف اچیومنت Awards براشون گذاشتیم و جایزه هم تقدیمشون شد و خوشحالم که لبخند رضایت رو بر لبان ایشون میدیدم و امید دارم که بتونیم کارهای تازه‌تر و بیشتری رو از ایشون ببینیم بیژن تهرانی از شرکت شما در این گفتگو سپاس گذارم براتون آرزوی بهترین ها رو دارم در ادامه برنامه ها پرژایی که در پیش دارید خیلی ممنون از لطفی که داشتید با تشکر فراوان از بیژن تهرانی که در شهر لس مهمان من بود و به پرسش هایی که داشتم پاسخ داد این صدای آمریکاست.